سازمان اپ بین‌الملل در یک گزارش تاکید کرده است از میان حداقل 100 معترض تماشاچی و نمازگزاری کشته شده در سیستان و بلوچستان که این سازمان هویت آن را ثبت کرده است، دست کم 16 نفر کودک بودند و تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از این تعداد است. شواهد جمع‌آوری شده از سوی عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اکثریت کشته شدگان و زخمی‌ها مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفتند و اصابت گلوله به سر، قفسه سینه و تنه این افراد نشان می‌دهد که الگوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مبتنی بر استفاده از مهمات جنگی به قصد کشتن یا وارد آوردن آسیب جدی به معترضان است. از سوی دیگر خدا نور لوعجی، یکی از کشته شدگان کشتار 8 مهر، به نماد این قتل عام فجیع مبدل شده است. این در حالی است که عکس وی که در تیر ماه به میله پرچم رژیم بسته شده پس از قتل دولتی وی توجه عمومی را به خود جلب کرد. خدا نور و عکس وی چرا این گونه همگانی شد؟ اعتراضات مردم بلوچستان در کجای اعتراضات سراسری ایران قرار دارد؟ در حالی که زنان در سایر نقاط ایران حضوری پرقدرت و پیشرو و رهبری کننده دارند، چرا حضور زنان در بلوچستان محسوس نیست؟ شعار زن زندگی آزادی تا چه حدی ریشه در مطالبات سیاسی در بلوچستان دارد؟ در این گفتگو همچنین درباره اعتراضات خارج از کشور از مهمان برنامه دکتر هوشنگ نورایی که بسیاری وی را به نام ایوب حسین بور میشناسند سوال کردیم. دکتر هوشنگ نورایی اهل سراوان بلوچستان و استاد بازنشسته مقیم لندن هستند. وی سالیان متمادی در دانشگاه لندن جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی را تدریس کردند و حال سرگرم تحقیقات مستقل هستند. پیشاپیش از مشکلی ارتباطی پوزش می‌خواهیم. دکتر هوشنگ نورایی، سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که بار دیگر دعوت صدای نو از سیدنی استرالیا را پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدین. آیا قتل دولتی خدا نور لجعی به سمبل درندخویی رژیم اسلامی علیه مردم بلوچستان به نظر شما مبدل شده؟ سلام، خیلی خیلی ممنونم، تشکرم از اینکه من دعوت کردین و البته همونجوری که می‌بینید واقعا خدا نور البته خوب سمبل در واقع مردمی که تحت ستم هن، مردمی که در واقع بهشون زور گفته شده، مردمی که در واقع منزوی شد، مردمی که مطرود شدن یعنی طردشون کردن، مردمی که در واقع بهشون در واقع ظلم شده و مردمی که تا حدود زیادی در واقع به رسمیت شناخته نشدن. خدا نور در واقع از اون افرادی است که میشه گفت سمبول مردمی است که در اون شرایط زندگی میکنن و از این جهته که، ولی البته خب خوبیش اینه که خیلی از مردم در واقع سمبولی رو انتخاب کردن که بیانگر مردم ستم دیده است که در اون منطقه زندگی میکنن. چرا عکس خدا نور که دستش رو به میله پرچم رژیم بستن با یک لیوان آب در جلوه بیکن گذاشتن که نشان شکنجه و توهین آشکاره و 4 ماه پیش نیز این علنی شد این عکس، ولی کسی متوجه اون نشد یا نخواستن متوجه اون بشن، ولی حالا باید و پس از چند ماه وجدان‌های مردم رو بیدار بکنه؟
به نظرم خب یکی جنبش در واقع بیشتر پیش رفت، جنبش در واقع تا حدود زیادی به اون جزئیات پرداخت در مجموع، و از طرف دیگه هم تبلیغاتی که خود رژیم را انداخته بود عملا امکان اینو که یک ارزیابی درست از موقعیت خدانور هم بشه اصلا وجود نداشت. یعنی اینه که اطلاعات بیشتری که اومد در واقع در این حال خود جنبش پیش رفت و این رابطه رو تونست در واقع ایجاد کنه و ببینه. یعنی اینه که به نظرم در واقع در میشه در رابطه با پروسه پیشرفت خود جنبش دیدش. یعنی اینه که اون تبدیل شد به یک سمبولی که در واقع تنها به اصطلاح خود حرکت کلی نبود، بلکه در واقع بیانگر اون شرایطی بود که مردم در اونجا زندگی میکردن، و اینه که خود مردم در کل ایران متوجه شدن که این در واقع بیانگر همون ستمگری است در اون منطقه روا داشته شده. به نظر شما رقص پرشور خدانور چه مکانی رو در برجسته تر کردن این سبائیت، این درنده خویی و همچنین مسئله شادی در این اعتراضات رو بیان میکنه؟ چه جایی رو داره؟ والا این در واقع خدانور خوب خیلی از اطلاعاتی که در واقع پخش شده انگر یک انسان ایست که در واقع به شدت در اونجا هم دیده است، آدم که در واقع هنوز میگن شناسنامه نداشته، در یکی از مناطق بسیار فقیر زندگی کرده، و یکی ایست که در واقع شادی یا که هم رفت بیانگر نوعی آرام برای انسانی است که در واقع از خود بیگانه شده، انسانی است که از اونجا رانده شده، انسانی است که در اونجا ستم میبینه، و این انسانی است که به حال در چنین موقعیتی اعتراض میکنه، و این اعتراض که چون اعتراض بعد میده که وسیله رژ تظاهرات کشته شده، یا یعنی اینکه مسئله بالفعل تو بعضی از حرکات اعتراضی کشته شده، و در واقع خب همه اینها بیانگر اینه که در واقع خود نور یک سمبول اختیار بنده برای خود مرجع و کل ایران که به این مسئله پی ببرن که در اون در منطقه نسبت بلوچستان مسئله صرفاً مسئله در واقع یک نوع ستمگری نیست، بلکه ستمگری خیلی وحشیست. آدم هایی رو مثل خدانور که شناسنامه نداره، قادر به تحصیل نیست، قادر زندگی عادی نیست، ولی انسانیست که در واقع متوجه نیست، انسان در واقع تلاش میکنه این شادی رو در واقع در زندگیش بیاره، و اون تمی رو برش در میره واقع مورد اصلاح یورش قرار بده. یعنی که به نظرم خب از این جهات میشه گفت که خدانور در واقع یک نمونه بسیار ببیس از دن اونجاست. دکتر روشنگی نورایی، من در ماه مارچ سال گذشته با شما در مورد اعتراض سختبران در بلوچستان گفتگویی با شما داشتم. مشاهدات شما درباره مهمترین تفاوت این اعتراضات با اعتراضات کنونی چی هست؟ باید در نظر گرفت که این اعتراضات رابطه بسیار در واقع نزدیکی با کل اعتراضات در ایران داره، یعنی در واقع خصلت کاملا متفاوتی با اون در واقع اعتراض داره. اون یه اعتراضی است که در واقع محلی است، یک اعتراضی است که در رابطه با مسئله سوخت انجام میشه، مسئله کشتار مردم هست در رابطه با سوخت. اینجا ما با یه جنبش در واقع خیلی نیرومند سر و کار داریم، یه جنبشی که ارتباط داره با کل ایران، ولی یک خصوصیت به اصطلاح مشابهی هم وجود داره، و اون اینه که کشتن مردم در سراوان یا کشتن همون سوختبران به همون شیوهی انجام
کشتارهایی که در زاهدان و خاش انجام شد، از این نقطه نظر میتونیم بگیم که اون در واقع خشونتی که رژیم نسبت به مردم در این منطقه به کار میگیره، در واقع خشونتی که الان به کار میگیره، ادامه همون خشونتی بود که در رابطه با سوختبران به کار میگیره. البته خب اینو با دندزن گرفت که مسئله سوختبران گفتم که خصلت بسیار محلی داشت، خصلت در واقع جنبه های اقتصادی مسئله خیلی برجسته بود. حالا مسئله بسیار عمیق‌تر از اونه، یعنی مردم اعتراض میکنن برای در واقع یک زندگی نوین، همان جوری که کل مردم ایران در واقع در همین رابطه دست به اعتراض زدن. از این جهته که این یه ساختار شکنانه است، یعنی همان جوری که در واقع میخوان در واقع ساختار قدرت رو عوض کنن، اونجا بحث بر سر عوض کردن یا در شکستن اون ساختار نبود. ببخشید یه لحظه صداتون خش شد، بفرمایید. بله، گفتم که از این نقطه نظر در واقع تفاوت بسیار اساسی وجود داره بین دو اعتراض، و گفتم که اون اعتراض جنبه اقتصادی داشت، جنبه محلی داشت، در واقع ساختار شکنانه نبود. این در واقع تفاوتش در اینه که این در واقع ساختار یک قدرت رو میخواد بشکنه در ارتباط با کل جنبش در ایران. شعارهایی که داده میشه همین شعارهایی است که در واقع این سیستم در واقع باید شکسته بشه. اون در واقع اون بسیار محلی بود، یعنی بیشتر جنبه های اقتصادی و سوختبری، ستمگری که بر سوخت بر میشه در واقع در اون رابطه مطرح بود. شما به شعارها اشاره کردین، به نظر شما شعارها تا چه حدی ستم مضاعف و وضعیت بلوچستان رو در اونجا منعکس کرده؟ این شعارهایی که مردم در بلوچستان انجام دادن یا شعارهایی که مردم در اعتراضات و تجمعات خودشون در بلوچستان انجام دادن به نوعی همون انعکاس و دوباره تکرار کردن شعارهایی که در سایر نقاط ایران انجام شده؟ به نظرم در واقع رابطه با کل جنبش ایران وجود داره، یعنی نظر کلی، ولی در واقع خصوصیاتی که جامعه در بلوچستان داره، او انزوا تردی که در واقع تا حدود زیادی عادی شده در اون منطقه، اینه که خود اعتراضات اونجا به حدی هم سمت یک نوع انزوا برده. از این جهت که اونجا شاه ها هم یکی از شعارها همونا شعارهایی که ساخت به قدرت بشکنه همون هاست، ادامه پیدا کرده در خود بلوچستان، یعنی تقویت شده بیشکم بگو. ولی اونجا دو خصوصیات فاقیتی هم کاملا داشته، یعنی از شعار اون رفت و شعار زن زندگی آزادی محدود، یعنی رفته ولی محدود، خیلی تکرار نمی، و حضور زنان هم بسیار ضعیف یا نبوده در تجمعات عمومی. من میخواستم همین رو اشاره بکنم، و از این نقطه نظر حرکات در واقع نظر تیب جمعی، از نظر فضایی که در واقع شروع شه، از نظر زمانی که شروع میشه، و مجموعی از ها در ایران اثر ایران متفاوته، و مسئله زنان بر همین اساس از فضاهای معینی شروع میشه، در زمانهای مشخصی شروع میشه، که این در تا حدودی ورود زنان به این حرکات محدود کرده، و این یه جهتی برای بعضی نگران کننده است، به دلیل اینکه حرکت ممکن به همین شکل در ادامه پیدا بکنه، همیشه تداوم پیدا کنه، و عملا ستم اساسی که دن رفته اونجا به جدی مطرح نشه، یا لاقل نیروهایی که محافظه کارن و اونجا تلاش رهبری رو در واقع بوده، این رهبری رو تحکیم کنن، یعنی اینه که اینو
رابطه رو محدود کنن و نگذارن یا که لاقل تلاش کنند که این ارتباط برقرار شه. و از جانب دیگه نقطه شروع اعتراضات مثلا از نماز جمعه هست و در اونجا هنوز در جاهای دیگر ایران اگه ساختار شکنانه به معنای ضدیت با فرهنگ اسلام سیاسی و حجاب به عنوان ابزار سرکوب و ابزار تحقیر و همچنین یکی از نمادهای سرکوب و همچنین تحمیل فرهنگ اسلامی است، ولی در بلوچستان هنوز مثلا ما میبینیم روحانیون اونجا دارن نقش عمده ای رو ایفا میکنن، شما این رو چگونه میبینید؟ این چیزی که خب در واقع تو بحثایی که داشتم ترک کردم تو مقالات که نوشتم به همین مسئله پرداختم، یعنی که منظورم تو سوال قبلی که گفتم فضای فضای مکانی زمان اینها آقا اشاره هم به همین این محدودیت ها بود، یعنی اینه که در اون عملا در واقع روزیست که حرکات میشه یک رابطه ای پیدا کرده با مسجد، یک رابطه ای پیدا کرده با مسجد، و این البته خب ناشی از همون هویت دینی که در خود بلوچستان در مناطق دیگه اینجوری نبود، ولی همون نهاد دینی که در خود جمهوری اسلامی هم تا حدودی بینها کمک کرد، این تا حدود زیادی به اصلا تونستند ملدو در پیرامون خودشون کنند و این در واقع نفوذ وسیعی پیدا کنند نهادهای دینی و از جمله مثلا رهبر سنیان اینجا باشه. این نظرم خوب تا حدود زیادی این خصوصیات رو در واقع اسلام متفاوت کرد، یعنی ناموزون کرد نسبت به خود جنبش در حاصل ایران، از این جهته که اونجا مسئله حجاب یا که اصلا خود حجاب اجباری اینها اصلا مسئله مطرح نشده و در مواردی حتی شده که مسئله خصوصیت اینه که حجاب اجباری در باری رسال، یعنی در باری امتحاد، ولی خب مسئله ساختار شکنانه که من مطرح کردم مسئله سیستم سیاسی است، یعنی فرو، یعنی در واقع پایین کشیدن سیستم سیاسی است، یعنی این که جای اجتماعی تحول که در خود ایران مطرح هست در اونجا خیلی کمرنگه، در واقع حمله به خود دستگاه سیاسی به اون قدرت سیاسی به هم میزان بر یعنی اینه که شما بینید که حتی در چند گذشته مسئله در واقع خمینی به میان کشیدن که در جاهای دیگه سیاد تحنت اینجا خمینی رو هم در واقع کشم شخص خمینی. ببخشین اینجا ما مقداری با مشکل فنی روبرو هستیم، نمیدونم وضعیت چرا چگونه است، ولی بعضی وقتا صداتون کم میشه و شما به خمینی اشاره کردین، اگه این مسئله رو دوباره توضیح بدین چون صدا رو خوب نگرفتم. گفتم اینه که در چند روز گذشته در حرکاتی که وجود داشت این حمله به خمینی، یعنی شخصیت خمینی اونجا. یعنی از این جهته که من تصور میکنم که میگم اونجا بر علیه این قدرت سیاسی، نه که قدرت سیاسی، این حرکت تقریبا در واقع به تا حدود زیادی گسترش پیدا کرده بر علیه قدرت سیاسی، ولی گفتم جنبه های اون محتوای اجتماعی رو در کل جنبش ایران داره اونجا نرسیده. محتوا منظورم اینه که مسئله بالفعل آزادی سنان مطرح بشه، همونجوری گفتم سمبول های به اصطلاح سرکوب در سراسر ایران که از جمله حجاب هم فرقی این سمبول رو نشون میده در اونجا در نیاده، و از طرف دیگه در ایران در حرکات به نحوی است که علیه
هست بر علیه مسجد، منظورم بر علیه اسلام سیاسی است و اینجا در بلوچستان بر علیه به اسلام سمبول های سیاست دینی نیست. یعنی بر این اساسه که میبینید جنبه های بسیار متفاوتی واقعا در وجود داره و از این جهت دارم کننده است که آیا اگر مثلا جا شرایط جنبش در واقع تا حدودی به این شکل پیش نره یا جنبش در واقع وقتی اینجا میشه چه مسائلی در اونجا اتفاق خواهد افتاد. این مسئله هم مطرحه که قدرت پایین کشیده بشه واقعا در خود منطقه بلوچستان، منطقه به اساسی هم هست، اونجا در واقع اون روابط قدرت از اون به چه نحوی در خواهد اومد. یعنی اینها مسائلی است به نظرم خوب اونجا طرح دقیقا مسئله قدرت اسلام سیاسی در چارچوب طالبان، شبکه حقانی و همسایگی در بلوچستان هست و جای جشن سوقی بسیار مهمی هم هست. دقیقا حرفای شما رو درک می کنم. اجازه بدین دکتر نورایی به مسئله خارج از کشور بپردازیم. برداشت و مشاهدات شما از اعتراضات خارج از کشور چیز؟ بحران بدیل رو چگونه می بینید؟ چپ مارکسیست و رادیکال در کجای معادلات قرار داره؟ مسئله خارج تا جایی که من در واقع مشاهده کردم، خب خارج به نظرم همیشه در واقع یه جنبش نیرومند سیاسی سالهای ساله که وجود نداشته، چه در چپ باشه چه در غیر چپ. بر این اساسه که جنبش ایران خب تا حدود زیادی اینها رو به میدان آورد، ولی در واقع اکثریت عظیمی از این مردم هرگز در سیاست نبودن، یعنی اصلا کلا فراموش کرده بودن که اصلا بتونن اصلا سی فکر کنن. و این از این جهته که یک ها اومدن و در واقع بدون این که آمادگی لازم داشته باشن، بدون این که اصلا کلا درک سیاسی روشنی از مسائل داشته باشن به نظر من اومدن. ولی خب در واقع خوب اشکالی هم نداره، این خیلی خوبه، ولی اینه که از این جهته که با توجه به اون ذهنیتی هم که هست که گذشته ما سیاسی در واقع این تصور رو هم درشون ایجاد کرد که گویا هنوز هم اونها متوجه میتونن رهبری رو برده بگیرن، هنوز میتونن در واقع اون ایده ها و ایده های سیاسی خیلی به اصطلاح برجسته ای رو مطرح کنن. و این بود که در واقع این، ولی اینجوری نبود، یعنی این بود که واقعا در نگرش این نیروهای سیاسی در خارج تا حدود زیادی واقعا عقیم بود. من از این جهت فکر میکنم که جنبش در ایران بسیار قوی تر بود، پر ابتکار تر بود و در واقع حتی از نظر نظری هم در واقع خیلی پیشروتر بود. و بر این اساس به نظرم در کل خارج در واقع هنوز چون چیزی دیده نمیشه، با اینکه یک سری تجمعات اینجا اونجا وجود داره، ولی من تصور میکنم که اصلا تا چیه، یعنی نسبت به جنبش در ایران بسیار عقبه. و از یه جهت دیگه هم پراکنده است، هم در واقع توانایی به اصطلاح تحلیل و توانایی انتقاد از مسائلی رو که در گذشته بود نداره و یا لاقل بهشون فکر نکرده خیلی. یعنی اینه که به نظرم خوب خیلی نمیشه زیاد امیدوار بود که جنبش در خارج کشور بتونه نقش بسیار اساسی بازی کنه. البته نقشش در این هاست که من تصور میکنم که بتونه مسائل اونجا رو منعکس کنه، اخبار در خارج منعکس کنه، بتونه تا حدودی ایجاد رابطه این به اصطلاح چیه حمایت و دفاع از اونها رو به عهده بگیره. ولی این که در واقع ادعا داشته باشه که مثلا رهبری کنه، ادعا داشته باشه که میتونه اثر بسیار جدی در حرکات اونجا بگذاره، اینه که به نظرم از این جهت نمیشه زیاد خوشبین بود. حتی با وجود گستردگی و تعداد و حجم اعتراضاتی که مثلا شما در کشورهای مختلف دیدین، باز معتقد به این هستین، درسته؟
بله بله، من معتقدم متوجه وسعت داره، مثلا همونجوری که در کانادا دیدیم، همونجوری که در برلین دیدیم، اینها جمعیت وسیع اومدن و در واقع حمایت کردن، و این البته در حد حمایت هست. به نظرم اگر همین حمایت به همین شکل پیش بره، در همه جا پیش بره، خب این اهمیت ویژه‌ای داره، به دلیل اینکه اونجا حرکات در واقع خب تحت کنترل بسیار شدیده، اونجا سرکوب میشه، اونجا در واقع بسیاری در واقع در زندانن، بسیاری احتمالا اعدام بشن. یعنی اینه که وقفه ایجاد بشه در اونجا با توجه به اصلا یعنی اون پراکندگی جغرافیایی، مثلا این عدم وجود ارتباطات، با توجه به اینکه رژیم به شدت کنترل میکنه، اینه که در خارج خب همین که بتونه تا حمایت کنه، همین که بتونه اونجا رو گزارش به اخبار گزارش بده، همین که رو به نحوی به نزدیک کنه، با توجه این به نظرم خارج میتونه بازی کنه، یعنی چون اون وقفه هایی رو که احتمالا در واقع اینها رو تا حدودی پر کنه، داره که متوجه اینها امکان سرکوبی با رژیم فهم کنه، و از این قطعه که به نظر من بگی اهمیت بگی در واقع این بخواد مثلا وقتا شما این که بیانی های داد که مثلا بالفرد یه سری به اصلاح یا رهبری ادعای رهبری میکنه، یا مثلا اعلامی میاد که بجی خانه های ویژه میدن، و اینها به نظر من اصلا کلا بی ربطه به جنبش در ایران. دکتر هوشنگ نورایی، بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی استرالیا قرار دادید. خیلی ممنونم.